سلام بچه عزیز، رشته ریاضی، خسته نباشید. خب سلامت باشید، مرسی. سروش هم حالش خوبه، اومده اینجا هستش فعلا. مرسی، سلامت باشید. خب بچه ها، بریم در مورد رشته ریاضی صحبت کنیم. وقتمون کمه، فردا هم که امتحان دارید. فوق العاده ساده هست، فقط چیزایی که میگم رو دقت کن. سقوط آزاد، دلتا ایکس مساوی 1/2 آتیدو به اضافه وی سفتی. این فرمول رو می نویسی، دلتا ایگرگ مساوی منفی 1/2 جت دو به اضافه وی سفتی. وی دو منهای وی سفتو مساوی است با 2a دلتا ایکس. میشه وی دو منهای وی سفتو مساوی هست با 2 در منفی ژ دلتا ایگرک. یعنی بچه یکده من، حرکت شناسی دلتا ایکس داشتید، اینجا دلتا ایگرک میذاری. یعنی اگر آ داشتید تو هر فرمولی، به جاش منفی ژ قرار میدید. توی سقوط آزاد نمودار سرعت بر حسب زمان به این صورت بذار. هر جا نمودار مکان زمان خواستن، مکان زمان به این صورت بذار، شیبش صفر. همین، این کل سقوط آزاد، این کل سقوط آزاد. حرکت دایری اگر اومدن وی گفتن سرعت خطی، بنویس آر اومگا. اومگا رو بلدی، مسخره بازی در نیار. یا دو پی بر روی تیه، یا دو پی ضرب در اف. اگر شتاب رو خواستن، نیرو رو بذار بنویسم، همون شتابم هم توشه، ام آ. به جای آ میتونی وی دو آروم یا آر اومگا دو بذاری. بچه کلش همین بود. آقا یه دقیقه بایستا، این دوتا مسائلش رو من حل کنم از اینجا. ببین یاد گرفتی یا نه. علی رضا سوال میبینی چی برگشته گفته؟ گفته گلوله‌ای در شرایط خلا از ارتفاع 80 متری زمین چی میشه؟ رها میشه. گلوله پس از چند ثانیه به زمین برخورد کنه، دلتا ایگرک مساوی منفی 1/2 جت دو، جت دو به اضافه وی سفتی. رها شده صفر، 80 متر میاد پایین، منفی 1/2 ضرب در 10 ضرب در تی دو. از اینجا صفر را بره 16، جذر 16 4 ثانیه. سرعت گلوله در لحظه برخورد به زمین، وی دو منهای وی صفر دو مساوی است با منفی 2 ژ دلتا ایگرک. چون رها شده این صفر، وی دو مساوی است با منفی 2 ضرب در جاذبه زمین 10، 80 متر اومده پایین، 1600 جذر 1600 برابر 40. فقط بچه چون رو به پایین هست منفی بذارید، دقت کنید. پس یه بحثی، ما چیزی که برامون مهمه سرعت منفیه، دلتا ایگرگ هم منفیه، چون همیشه میاد رو به پایین. این یادتون نره، این پاسخنامه. سنگی به ارتفاع 125 نسبت به فلان رها چند سانتی میشه سنگ به زمین برسه؟ دلتا ایگرک منفی 1/2 جت دو به اضافه وی سفتی. بچه رها شده صفر، دلتا ایگرک منفی 125. چرا؟ چون 125 رو اومده پایین دیگه. جاذبه زمین منفی 10، این میشه منفی 5 تی دو. پس تی به توان 2 میشه 25، یعنی تی برابر عدد 5. نمودار مکان زمانش رو رسم کنید، چاکرت هم هستیم. این ایگرگ بر حسب تی، نمودارش همیشه خود اینجوری بود، چند متر اومده پایین؟ 125. چند ثانیه طول کشیده؟ 5. خیلی چیز پیچیده نیست. بعدی، گلوله از بالای یه ساختمان رها می شود. اوکی، رها شد. پس از 3 ثانیه چقدر جا به جا شده؟ دلتا ایگرک
منفی یک دوم جهت دو به اضافه وی سفتی. رها شده صفر. دلتا ایگرگ من مساوی هست با منفی یک دوم جاذبه زمین ده زمانم سه به توان دو. سه به توان دو نه. ضرب در ده نود. نود تقسیم بر دو 45. منفی 45. یعنی 45 متر به سمت پایین اومد. سرعت متوسط جابجایی بر روی زمان بود دیگه. جابجاییمون 45 بود. بر روی زمانمون 3 ثانیه. منفی 15 متر بر ثانیه. سوال بعدی. نمودار سرعت زمان حرکت سقوط آزاد به صورت زیر است. زمان سقوط جسم را اگر تی در نظر به دست بیارید. خب اوکی. بچه های عزیز. اینجا این منفی 40. بچه ها همه تون میدونی که شتاب مساوی بود با دلتا وی بر روی دلتا تی شیب خط. اینجا شتاب و منفی ج قرار بود. به جای آ منفی ج قرار بدیم. پس در نتیجه منفی 10 تغییرات سرعت منفی 40 تقسیم بر دلتا تی. دلتا تی مساوی عدد 4 ثانیه. ارتفاع سقوط دلتا ایگرک منفی 1 دوم جهت دو به اضافه وی سفتی. سرعت اولیه صفره. دلتا ایگرک مساوی از ما. منفی 1 دوم. جاذبه زمین 10. زمان ما هم که 4. 4 به توان 2 16. 160 تقسیم بر 2 میشه منفی 80 متر. یعنی 80 متر اومده پایین. نمودار مکان زمان ایگرگ بر حسب تی. بچه ایگرگ بر حسب تی اینا زمان ما 4 ثانیه طول کشید. 80 متر هم اومد رو به پایین. یه توپ از چه ارتفاعی رها کنیم تا با تندی 40 به زمین برخورد؟ زمان رسیدن تا زمین چقدر است؟ آقا زمانشو البته این توپو گفته اوکی یه دقیقه حل کنم. اینجا که زمان نداده فعلا. وی دو منهای وی سفت و مساوی هست با منفی دو ج دلتا ایگرک. بچه عزیز سرعت منفی 40. همیشه سرعت و ارتفاع رو منفی میذاشتیم. این که صفر. منفی دو ضرب در دلتا ایگرک. منفی 40 به توان دو 1600. تقسیم بر ده 160 دلتا ایگرک میشه منفی 80. زمانش اومده از شما خواسته. زمان رسیدن دلتا ایگرگ مساوی هست با یک دوم جت دو مره به اضافه وی سفتی. این که صفر. دلتا ایگرگ شما برابر چقدر شد؟ منفی 80. منفی یک دوم 10 تی دو. صفر با صفر بره تی به توان دو میشه 16. یعنی تی برابر 4 ثانی. این سقوط آزاد بچه سخت که نبود. همشون تکراری. یعنی دو تا فرمول بلد باشید از پس تمامی سوال امتحانیش برمیه. اوکی آقا. پس شماها فقط کافیه که موقعی که داری سوال رو حل میکنی حواس رو جمع کنی. از این رابطه بری. اینجا به جای آ منفی ج بذاری به جای دلتا ایکس دلتا ایگرگ. جس چون پایین میاد دلتا ایگرگ کوچیکتر از صفر همیشه بذار. وی هم کوچیکتر از صفر بذار. اینجا هم داری میبینی وی رو منفی گذاشتم. دلتا ایگرگ هم منفی گذاشتم اگر نگاه کنیم. از طرفی دیگه اینجا چی بچه ها نوشتن؟ سوال 4. سوال 4 چی شده بچه ها؟ آها بچه ها میگن سوال 4 اصلا ارتفاع خواسته. راست میگه. ارتفاع 80. ارتفاع 80. چون من جابجاییش رو به دست آوردم. ارتفاع سقوط 80. کاملا درست میگم. خب. آقا در مورد حرکت دایره‌ای یه ذره صحبت کنیم. حداقل نیروی بچه ها نیرو اوکی F مساوی هست با V داده M V دو آروم. M من 800 V 54. حتما این رو بنویسی یا V 54 کیلومتر بر ساعت تقسیم بر 3 و 6 میشه 15 متر بر ثانیه. حتما بنویسی 15 به توان 2. شعاع هم که عددش برابر 50.
50 ساعت دوم بنویسم میره بالا 3600. این هست. سوال بعدی، پره یه بالگرد با دوره فلان میچرخه تندی، وی رو خواستی، وی آر اومگا. آره من دونی اومگا دوره داده دو پی بر روی تی 300. خیلی پیچیده نیست که. پیرم خودش 3 داده، 3 با 3 میره 100 میاد بالا ضرب میشه، یعنی این میشه 5، این 100 بیاد بالا 500 متر بر ثانیه. تندی نوک عقربه دقیقه شماره یه ساعت دیواری به طول 18 چقدر است؟ تندی وی مساوی آر اومگا. آر 18 سانته، 18 سانت. علی رضا اومگا رو نداده، به جای اومگا دو پی بر روی تی. عقربه دقیقه شمار بخواد یه دور کامل بزنه، دقیقه شمار بخواد دقیقه شمار ثانیه شمار یه دور کامل بزنه میشه یک دقیقه، دقیقه شمار یه دوره کامل بزنه یه ساعت، یعنی یه ساعت معادل من ثانیه باید بذارم چند؟ 3600. 18 ضرب در 2 چه عددی میشه علی؟ 36. با 36 میره. پیمون چه عددی بود؟ 3. 3 ضرب در 10 به توان منفی 4. حفظیاتمون فعلا باشه. علی تندی نوک عقربه ثانیه شمار وی مساویه چی ضرب در چی بود؟ آر اومگا. آر من 10 سانتی یعنی 1/10 ضرب در اومگا دو پی بر روی تی. علیرضا ثانیه شمار میخواست یه دور بزنه 1 دقیقه، یعنی چند ثانیه طول میکشید؟ از اینجا 60 ثانیه. 2 با 60 بره 30، پی بر روی 300 میشه. این هم هست. حل آقا تا اینجا اوکی بچه ها؟ یعنی حرکت دایره‌ای یه دوتا چیز رو باید بلد باشی، حرکت دایره‌ای، سوت‌آزم هم که چیزی نباید بلد باشی، از قبل بلد بود. فقط به جای ایکسا ایگری بذار منفیه این و این سوت آزاد، نموداراش هم که این دوتا هستن یادت نره. این تیکه هم فقط برای حرکت دایره‌ای آر اومگا F مساویه وی دو آروم یا آر اومگا دو. شتاب خواستن وی دو آروم یا آر اومگا دو. علی جان ما یه شکلای تناب داریم. تناب ها به این نقاط گره میگن، به این نقاط علی عزیز چی میگن؟ به این نقاط چی گفته میشه؟ شکم یا هماهنگ. حله؟ ما اون روزشی میگفتیم، گفتیم هر کدوم از این قوسا 25/100 چی هست علی عزیز؟ لاگ. من بسامد رو بخوام، بسامد میشه نوید دولار. علی ال به چی گفته میشه؟ طول. وی به چی گفته میشه؟ اف به چی گفته میشه؟ این همون تعداد شکم یا چی هستش برای من؟ هماهنگ. اگر بگن هماهنگ 5 یعنی شکم من 5، گره 6، یه دونه بیشتر. اگر بگن هماهنگ من 7، شکم من 7، گره 8. اگر بگن اصلی بگن، یعنی هماهنگ 1 بذار، شکم 1، این شکل چی هستش؟ اصلی. حالا ما میتونیم اینجا نیروی بیشتری وارد کنیم، این به عنوان مثال این مدلی باشه. علی اینجا یه سوال، چند تا شکم الان ایجاد شده؟ 2 تا. چند تا گره ایجاد شده؟ 3 تا. علی جان این 25/100 لاندا، اینم 25/100 لاندا، از اینجا طول این چند لاندا میشه؟ نیم. ولی این 25/100 طول این چند تا لاندا میشه؟ بچه کل تناب های صوتی هم همین. نوید دولا 7 تا شکم داریم. حالا توضیح میدیم شکم و گره یعنی چی. 7 تا شکم هماهنگ 7، گره 1 بیشتر. گره بگم 5، علی هماهنگ 4، شکم 4. یعنی چی؟ یعنی اگر من بخوام اینجا این مسئله رو بذارم، این رو ببندم،
یعنی من بخوام از اینجا مسائل کره شکم حل کنم؟ علی عزیز این سوال رو میبینی؟ 27, 28, 29, 30 اینا همهشون در مورد گره و چی صحبت کرده؟ شکم. بذار از اینجا حل کنم برم بالا. در تنابی با دو انتهای ثابت چهار گره ایجاد شده. چهار گره علی سه تا شکم هماهنگم سه بهش تشدیدم گفته میشه. تندی انتشار این باشه وضعیت نوسانی. علی چند تا گره داشتیم؟ چهار تا. اینم شکل ما که اینجا چند تا شکم ایجاد شده بود؟ سه تا. طول تناب علی عزیز یه سوالی ازت بپرسم، فاصله دو گره متوالی چند سانته؟ یعنی از اینجا تا اینجا این چند سانته؟ پس اینم چند سانته؟ اینم یعنی طولش برابر چند سانته؟ بس آمد. F مساوی بود با نوید دولا. علی چند تا شکم داشت؟ سه تا. سرعت رو چند داده بود؟ 120. دو ضرب در. طولش چند سانتی متر شد؟ سانتی متر. یه دونه چند ضرب میکنم توی صورت؟ 100. 12 ضرب در 3 36 با این میره 1000 تقسیم بر 2 چه عددی میشه علی؟ 500. یکی دیگه. بسامد اصلیش این باشه تندی. F مساوی نوید چی بود؟ دولا. یه سوال بسامدش چنده؟ اصلی یعنی N و چند بذار؟ 1. V بر روی 2 تا L طولش 80 سانته یعنی 8 دهم. علی سخت بود؟ 0 با 0 میره 2 8 16. 16 ضرب در 20 V برابر چه عددی میشه؟ علی چند گره ایجاد شده؟ یعنی چند شکم داره؟ هماهنگش هم برابر چنده؟ تندی انتشار رو حساب کنی طول موج ایجاد شده چقدر است؟ اوکی. از اینجا F مساوی نوید چجوری بود بدبخ؟ دولا. این نوید ما Fش و بس آمد و دادن 450. Nش شکم یا هماهنگش 3. وی رو نداریم. بر روی 2 تا ال. ال 80 سانتی متر یعنی 8 دهم. بچه اوکی تا اینجا؟ 0 با 0 میره. 3 با 45 بره 15. ضرب در 2 30. 3 8 تا 24. 240. علی عزیز یه سوال ازت بپرسم. علی چی رو خواسته؟ چند تا گره داشت؟ 4 گره. یعنی اینجا لاندا رو میخواد. یه سوال. 1 2 3 4 5 6 هر کدوم از اینا چند بود؟ 25. یعنی 6 تا لاندا چندم میشه؟ 4. 25 سانتم دیگه برابر 80 سانت. از اینجا یا 8 دهم فرقی داره برای من؟ از اینجا 6 تقسیم بر 4 میشه 1 و نیم. 80 تقسیم بر 1 و نیم. 80 تقسیم برای 1.5 یا 3 ضرب در 2. 2 تا 80 تا چه عددی میشه؟ 160. 150 بود میشد 50 تا. پس این حدودا 50 و چند سانتی متر میشه؟ یه سوال دیگه. علی جان چند گره؟ 4 گره. یعنی چند شکم؟ 3 شکم. 3 هماهنگ. بچه ها وضعیت نوسانی. 1 2 3 4 گره. اینم از اینجا. اینجا بخوایم وضعیتش که رسم کردیم. طول تناب. علی فاصله دو گره متوالی چند سانته؟ یعنی این 10 سانت باشه. اینم 10 سانت. اینم 10 سانت. یعنی کلن چند سانتی متره؟ پس آمد. F مساوی است با نوید دولا. F مساوی است با چند تا هماهنگ داره؟ سه تا. وی 240. دو ضرب داره. طولمون کلن 30 سانت یعنی 3 دهم.
سه با سه بره 240 میشه 2400 تقسیم بر دو میشه 1200. علی عزیز چند گره داره؟ چند شکم؟ هماهنگ ما هم چنده؟ چهار. گفته شماره هماهنگ را تعیین کنید. شماره هماهنگ شن شد از اینجا؟ چهار. شکل تار 1 2 3 4 5. اینم شکل تار. گفته تندیش اینه بس آمدش. F مساوی نوید دولا. N من شد 4. ویم شد 120 بر روی 2L. L ما هم 8 دهم. 4 با 8 بره 2. 2 ضرب در 2. 4 12 تقسیم بر 4. 3. یعنی این چند هرتز میشه؟ 300. علی بیا کمکم کن. یه سوال. علی جان. اینجا برگشته گفته بس آمد. F مساوی نویده چی بود بدبخ؟ دولا. از اینجا این چند تا گره داره تو شکل داریم میبینیم؟ 1 2 3 4. چند تا شکم داره؟ 3 تا. هماهنگش هم چنده؟ 3. 3 ضرب داره ویمون 240. 2 ضرب در طول 60 سانتیمتر 6 ده. علی 2 6 تا 12 با 24 بره 2 2 3 تا 6. یعنی این چند هرتز میشه از اینجا؟ طول موج حاصل اوکی 25 صدم، نیم 75 1 1 و 25 1 و نیم. یعنی 1 و نیم تا یا 1 و نیم تا لاندا چندم شده بود از اینجا؟ لاندا 4. چرا؟ چون هر چیز چرا 1 و نیم نوشتم؟ هر کدوم از این 25 صدم لانداست، کلا میشه 1 و نیم لاندا. ولی اگر میخواستیم اینجا هم یه بار دیگه بگیم 1 2 3 4 5 6، 6 تا لاندا 4 اگر دوست داشتی بگی، یعنی همون 1 و نیم تا. برابر چند سانتیمتر شده علی؟ 60. 6 با 60 بره لاندا برابر چند سانتیمتر میشه از فکرم حال بچه ها به هم میخوره. یه سوالی از بپرسم، هماهنگ چندم؟ یعنی 3 تا هماهنگ داره. شکمش هم چنده؟ 3. گرش چنده ولی؟ شکل موج 1 2 3 4. اینم شکل موج. بس آمد. علی نوید چی بود؟ دولا بود. از اینجا N من 3. وی من چه عددی هست؟ 240 بر روی 2 تا L. در این طول ما چند سانتیمتر؟ 60. 6 دهم. گوش هم زنیم کن. پس 6 دهم. علی 2 6 تا 12 با این بره برابر کلن 600. صح بود؟ علی عزیز در یه تار دو سر بسته بس آمد هماهنگ سوم و پنجم به ترتیب چند و چند؟ خب یه سوال بپرسم علی، مهمه من کدومو بنویسم؟ یکشو بنویسم. مثلا این هماهنگ چندمه؟ سوم. 270 مساوی هست با N V بر روی چند تا L میشه علی از اینجا؟ 2L. گفته بس آمد اصلیش، یعنی این در اصل N V بر روی 2L، این N 1 رو میخواد. علی من دیگه از همینجا میگم V بر روی 2L 3 با 270 بره، 3 با 270 بره، این چه عددی میشه از اینجا؟ 90. پس آمده اصلی چند شد؟ 90. کسی دوست نداره یه کاری کنه، میاد میگه مثلا این 3 رو میخوام حل کنم، مشکل داره این 3 رو بخواد حل کنه؟ علی رضا؟ نه. میگه من این 3 رو میخوام، اوکیه. میگه من این 3 رو میخوام، بذار چطور باشه. میگه من این 3 رو میخوام، میام اینجور مینویسم. F مساوی هست با N V بر روی 2 270 3 ضرب داره V بر روی 2. علی 3 با 270 بره چند میشه؟ 90. 2 تا 90 تا 180.
میگه وی بر روی ال چه عددی شده؟ 180. حالا پس آمد اصلی رو میخواد، مینویسه ان وی بر روی 2 ال، ان من چه عددی بود؟ 1 دوم وی ال 180. باز میشه 90. هر جور حساب کنی بچه فرقی نداره. پس آمد تشدیدی پس از 450 هرتز چند هرتز است؟ اول ببینیم 450 کدومه. 450 مساوی هست با ان وی بر روی 2 ال. بچه وی بر روی 2 ال علی رضا چه عددی بود؟ 180. 2 با 180 بره 90، با این ساده بشه ان میشه 5. پس آمد تشدیدی پس از این، علی این ان چند شد؟ 5. پس از این یعنی ان چند رو میخواد؟ 6. پس بسامتش رو میخواد. خیلی سوال مزخرفی بود، یعنی فقط پیچونده بود. 6. نوید دولا وی بر روی ال چه عددی شد از اینجا؟ 180. 6 تقسیم بر 2 3. 3 تا 180 تا 540. پس من یه بار علی اینو باز بگم، چون میدونم که بچه رو این سوال مشکل دارن. بچه دقت کنید، الان با 360 میخوام حل کنم، قبلا با اون حل کردم، فرقی نداره علی، فرقی داره. 360 مساوی هست با نوید بر روی 2 ال. این 360 هماهنگ 4. حالا یه چیزی میگم که اینم راحت تر بفهمید. 4 بر روی 2 2 وی بر روی ال میشه 180. علی جان یه سوال بپرسم، بس آمده چی؟ ان وی بر روی چند ال بود؟ 2 ال. اصلی یعنی اینو چند بذار؟ 1. وی بر روی ال 180، تقسیم بر 2 چه عددی میشه؟ بس آمده تشدیدی چنده؟ ان وی بر روی 2 ال. ان من از اینجا نمیدونم، وی بر روی ال 100 چنده؟ 80. این چند میشه؟ 5. بعدیشو میخواد عدد چند باید بذاریم؟ 6. ولی علی یه چیزی بگم، من پاسخنامه رو ندیدم، ولی واقعا اینجوری نباید حل بشه. تو پاسخنامه هم نمیدونم چند نمره گذاشته، یه نگاهی خودتون حتما توی خرداد 99 بندازید. ولی علی من میخواستم حل کنم. ببینید چرا این دوتا گفته از 3 به چند رفته؟ یعنی هر یه دونه که میره این چند تا تغییر کرده؟ 90. یعنی تو حالت سوم عدد چه عددی بوده از اینجا میخواستیم بگیم؟ تو حالت چهارم چه عددی بود؟ تو حالت دوم 90 تا علی رضا از این کم کنیم، از این 180، اصلیش چه عددی میشه؟ حالت پنجم 500 400 و چند میشه؟ 50. بعدیشو خواسته حالت ششم 450 به اضافه 500. یعنی اینا رو میشه اینجوری هم حلش کرد. تندی انتشار F مساوی علی چی بود؟ NV بر روی 2. F من چه عددی بود علی؟ 360. فرق میکرد کدوم انتخاب کنه؟ هماهنگ چهارم بود، ضرب داره V 80 بر روی 2 ضرب داره L. هیچ فرقی با حال ما نمی کرد. یه شاگرد نفهم هم همینجور گوشه گرده دستش داره تند و تند به ما همینجوری زنگ بزن. چرا می خندی؟ بچه حالا یه بحثی، همینجوری باز همچنان داره زنگ بزن. حالا یه بحثی، من اینجا رو 270 بذارم، علی 270 هماهنگ چندم بود؟ 3 ضرب داره 80 بر روی چند ال میشد؟ علی رضا بیام اینجا به جای F اولیش چند شد؟ 90. 1 ضرب داره V بر روی چند ال؟ یعنی فرقی میکرد من کدومو میومدم از اینجا مینوشتم؟ پس هیچ فرقی نداره، V هم که 80. از اینجا 80 تقسیم بر 2 علی چقدر شد؟ 90 تقسیم بر عدد چند میشه؟ 40. حل علی؟ خب این تا اینجا بمونه، حل. بریم در مورد پدیده فوتو الکتریک صحبت کنیم.
اینم پس این پدیده فوتوالکتریک. اون روز بهتون درس دادم. علیرضا کای ماکس میشد انرژی نور منهای انرژی چی میشد؟ فلز. به جای این میتونید W صفر بذاری، هاش F صفر بذاری، هاش C بر روی لانده صفر. چرا شو دیگه از من نپرس، اون روز توضیح دادم. این هاش F، اینم هاش C بر روی لانده. اسم W صفر میشه تابع کار فلز، یعنی حداقل انرژی برای کنده شدن الکترون. F صفر میشه بسامد قطع که برای فلز. لانده صفر میشه طول موج قطع. به این میگیم طول موج نور. به اینم میگیم بسامد نور. اینم هست. پس آقا جون از اینجا میخواستی اینا رو هم بگی؟ اینا رو برگردی بگی؟ این قسمت هم برای تابع کار فلز یا فوتو الکتریک یا فوتو الکترون ها استفاده میشه. بچه درستون تمام شده است. کل درس شما همین بوده است. چند دقیقه از کلاس شروع کردیم علی؟ حل تمام شد ریاضی. این همه سوال هم حل کردیم. علی یه چند تا با هم دیگه حل کنیم ببینیم چه خبره. خب بذار مسائل اینجا رو پیدا کنم. علی جان اینو دیگه حل نمی کنم، اون روز حل کردم. تازه برای رشته چی هم بود؟ تجربی. تو این یکی جزوه حل کردم. برای ریاضی اشتباه اینجا گذاشتیم. علی یه سوال بپرسم. این نمودار کای ماکس باشه، F0 و W0 چه کمیتی نشون میدن؟ F0 بسامد قطع یا بسامد فلز بود؟ W0 تابع کار فلز بود. علیرضا خیلی سخت بود؟ خیلی پیچیده بود؟ سوال بعدی. علیرضا اینم حل نمی کنن بله تجربی، اون روز حل کردم تو جزئیه اتمی. خب از اینجا بریم جلو. علی کمکم کن. در پدیده فوتوالکتریک تابع کار فلز چنده؟ 3. نور بسامده چنده؟ بسامده فلز. انر تابع کار فلز همون هاش اف نبود علی عزیز؟ چند الکترون ولت داده؟ اینم 4 ضرب در 10 به توان منفی چند؟ F0. یعنی F0 مساوی میشه با 3/4 یا 75 ضرب در 10 به توان چند میشه علی؟ یعنی اگر بخوام 7.5 ضرب در 10 به توان 14 بنویسم مشکل داره؟ کای ماکس. کای ماکس میشد انرژی نور منهای انرژی فلز یا تابع کار فلز. تابع کار فلز دو داده 3. انرژی نور میشد هاش اف. افش اینه. علی کای ماکس اینم میشه هاش اف چون بسامد داده. هاشش 4 × 10 به توان منفی 15 ضرب در 2 × 10 به توان 15 منهای 3. این با این بره 8 منهای 3 چند میشه؟ 5. بیا اینجا. اینم تجربی هاست، اون روز عیناً حل کردم. در پدیده فوتوالکتریک این که تعریفیه. علی بریم اینجا. تابع کار فلز چنده؟ بسامد نورم داده. بیشنه انرژی جنبشی کای ماکس مساوی است با انرژی نور منهای انرژی فلز تابع کار فلز. اینو 5 ممیزه چند داده علی عزیز؟ 4. بسامد نور داده، به جای این چی بذاریم؟ علی 4 ممیز 15 تو 2 ضرب بشه. 2 × 4 = 8. 15 صدم رو ضربش کنیم. 30. یعنی 8 ممیز 3. 10 به توان منفی 15 با 10 به توان 15 میره. یعنی این 8 ممیز چند بود؟ 3. 8 و 4 منهای 5 و 4 بود. میشد 3. این برابر 2. علی طول موج برای فلز
تابه کار فلز رو داریم. علی سریع به من بگو طول موج خواستی یا بسامت؟ طول موج. هاش سی بر روی چه چیزی باید می نوشتیم؟ آره دیگه، چون طول موج خواسته از من دیگه، اینو طول موجش رو داده. حالا تابع کار فلز، پس اینجا می نویسم W صفر هاش سی بر روی لاندا. علی هاش سی چه عددی بود؟ 240. بر حسب چی هم هست؟ نانومتر. اینم بر حسب چی داده؟ تقسیم کنیم چه عددی میشه؟ 4 الکترون ولت. اگر کای ماکس این باشه، طول موج کای ماکس میشد انرژی نور منهای فلز. اینو داده 2.2. W صفر رو خودش داده بود تابع کار فلز، الان به دست آوردیم 4. بچه های برای نور طول موج رو خواسته. هاش سی 1240 بر روی لاندا، که از اینجا این میشه 6.2. یعنی علی این 6.2 باشه تقسیم شده 200، لاندا برابر 200 نانومتر. علی عزیز، تابع کار فلز چه عددی هست؟ 3.8. طول موج آستانه، تابع کار فلز طول موج گفته هاش سی بر روی لاندا. W صفر 3.8، هاش سی 1240 بر روی لاندا. بچه یه ذره دقت کنید، یارو اومده از شما طول موج خواسته، بسامت میخواست، هاش اف طول موج خواسته، هاش سی بر روی لاندا. عددشو دیگه خودتون حساب کنید. 326 میشه تقریبا. اگر طول موج فرودی بر حسب این فلز این باشه، بیشنه انرژی جنبشی کای ماکس انرژی نور منهای دبلیو صفر. دبلیو صفر رو چند داشتیم؟ 3.8. کای چی رو خواسته از ما؟ ماکس. این بسامت داده یا طول موج؟ طول موج، یعنی هاش سی بر روی لاندا. هاش سی که 1240، طول موج ما هم 155 هستش. بچه 1240 باید تقسیم بر 55 بشه. یه لحظه من یه دقیقه تقسیمش هم کنم، یه ذره اعدادش مزخرفه دیگه، کاری هم نمیشه کرد. علی چه عددی میشه از اینجا؟ این دو یه لحظه 4.8. علی 8 منهای 3.8 چه عددی شد؟ اینم پدیده فوتولیتری. بچه مساحت مسائلتون تمومه، فقط مونده حفظیات. چیز خاصی هم نداره واقعا. خب بریم سراغ حفظیات، ببینیم در مورد حفظی ها چیا میشه گفت. بچه ها پس این صفحه رو یاد بگیرید، این صفحه آخر رو. من گوشیم اینقدر زنگ خورد دیگه ترکید. این صفحه آخر رو کامل یاد بگیرید که روی اینا بتونید همه چیز رو یکی یکی بگید. علی رضا، اینا رو که اون روز حل کردم دیگه، نمیدونم اینجا چرا گذاشتیم، حالا مهم نیست. در مورد حفظیات اگر بخوایم بگیم، بچه عزیز، حفظیات ما، حفظیاتمون توی حرکت دایره‌ای نیرو و شتاب به سمت مرکز، نیروی شتاب مرکز گرا میگن، سرعت مماس بر مسیره، اینا به هم عمودن. علیرضا میخوای یه 2 دقیقه آنتراک بدیم؟ بچه ها فکر کنم خسته شدن. خب میخوای 5 دقیقه آنتراک بدیم بعد؟ پس بچه ها یه 5 دقیقه استراحت داشته باشید، ادامهش رو برگردیم بگیم. سلام مجدد. سلام، خسته نباشید بچه ها. سلام مجدد. خب بچه ها داریم در مورد رشته ریاضی. حرکت دایره‌ای نیرو و شتاب به سمت مرکز، سرعت مماسه، که این دوتا به هم عمودن. منم یه مقدار حالم بد شده، سروش یه ویروسی گرفته، اسمش بود خیلی سخت بود، الان همین بغل خوابیده، همین بغل خوابیده.
درست کشته اسمش یاد نمید. منم حالم خیلی بده، فقط به خاطر احترام به شما کلاس واقعا تشکیل دادم. اف و آ به سمت کجا هستم؟ مرکز. وی چجوری بوده؟ مماس بر مسیر بوده. اگر میخواستیم بگیم توی سقوط آزاد، سقوط آزاد، توی سقوط آزاد جرم تأثیر، جرم تأثیر ندارد، یعنی حرکت بدون استحکاک است. ما یه دونه پراش داریم، حالا تعریفش رو جلوتر میگم، فقط یه چیزی بدون. یه روزنه فرض کن یه موج میاد، علی رضا، این روزنه موج که ازش رد میشه یه موج تخت میخوره اینجا، قوس میگیره، یعنی به این صورت ازش چی میشه؟ اگر این قوس روزنه رو کوچیک‌تر کنیم، قوسشون چی میشه قاعدتا؟ بیشتر میشه، یعنی به همین حالت در میاد، یعنی به اصطلاح اون حالت دایره که دارن اون حالت دایره ایشه. پس پراش چی هستش حالا میگیم. ما یه دونه آزمایش یانگ داریم که نوارهای روشن و تاریک میسازن، که اینا روشنها سازنده هستن، عیرز تاریک ها چی هستن؟ ویرانگر. آی میشه لاندا دی بر روی دو. به این میگن پهنای نوار، پهنای نوار. به این میگن طول موج. به این دی فاصله شکاف تا پرده میگن، فاصله شکاف تا پرده. علی اینم فاصله چند تا شکاف هست؟ دو شکاف. چجوریه علی؟ یه دونه فرض اینجا چند تا موج اینجا سوراخ من گذاشتم؟ دوتا. ببین نور از اینجا میاد، از این رد میشه، این از اینجا میره، این یکی موجم از اینجا میاد، اینم رد میشه. اینا بعضی جاها که با هم تداخل میکنه سازندن. میدونی سازنده مثل چیمونه؟ شکم رو یادتونه؟ شکم یه موج سازنده زیاد شده بود، ولی یه جاهایی ویرانگرن. سازنده باشن یه همفازن. یعنی چی؟ بچه اینجا من اینجوری داشتم، این دوتا موج در نظر بگیریم، سازندن بیشتر شده، اینجا ویرانگرن، تاریک میشه، از بین میبره، مثل یه نقطه دیده میشه. امواج الکترومغناطیسی که توضیحاتش حالا جایگاه خود دارد، علی رضا، مثل ماکروویو که از تداخل امواج الکترومغناطیسی پیش میاد، توی سوال یکی یکی میام. سوال های صحیح غلط. در حرکت دایره‌ای ذره در بازه زمانی مسافت های یکسان، چون حرکت یه نواخته پس مسافت هایی که طی میکنه یکسانه. در حرکت دایره‌ای بردار شتاب همیشه به سمت مرکزه، نیرو هم به سمت مرکز. نیروی گرانشی بین دو ذره با فاصله آن، امروز هم حل کردم، ج ام یک ام دو بر روی آر به توان دو. اف با آر به توان دو رابطه وارون داره با مجذور فاصله. در حرکت ماهواره تندی ماهواره به جرم آن بستگی نداره. علی ما تو حرکت دایره‌ای مثل ماهواره ام بی دارون مگه نمی رفتیم؟ مساوی ج ام ام یک ام دو بر روی آر به توان چند؟ این با این ساده می شد دیگه جرم داشتیم. آیا ما می خواستیم بگیم الکترون در اتم تحت اثر نیروی گرانش هسته به مد... تحت اثر نیروی گرانش هسته نبود که، نیروی گرانش نمی زوش بتری که حرکت کنه. تو فیزیک اتمی بچه های طول سال گفتیم. علی رضا بیا، اینجا چند تا شکاف ایجاد شده؟ به این میگم پراش. اینجا چند تا شکاف ایجاد شده؟ به این میگن آزمایش یانگ. اینجا پدیدهش چی رخ داده؟ شکلی نشاندنده کدام پدیده بر همکنش موج با محیط است و در چه صورتی به اصطلاح رخ میده؟ بچه اینا رو میگن پدیده پراش. تعریف پراش کلن اگر کسی بخواد اینه که اندازه شکاف از مرتبه طول موج است. تعریفش آن نفهمیدم، مهم نیست.
از مرتبه طول موج است. شما در امتحان در همین حد بدونی، هر جا پرش گفتی بگو اندازه شکاف از چی هست؟ علی جان در شکل دو نقاط پی تداخل سازنده است. علی اینجا نقطه شده، نقطه شده یعنی تداخل چی بوده؟ ویرانگر. نواری که تولید میکرد چی بود؟ تاریک. ضریب شکست محیط دوم برای نور قرمز بیشتر است یا آبی؟ علی رضا یه سوال، نور قرمز طول موجشی بود بیشتر؟ توی نورها قبلا توضیح دادم هرچی طول موج بیشتر باشه ضریب شکستش کمتره. این گفته ضریب شکست کدوم بیشتره؟ پس آبی. تندی کدوم نور بیشتر است؟ وی مساوی لاند. یه سوال، آفرین علی. من اینجا ضریب شکستش بیشتر باشه یعنی تندیشی هستش کمتر، پس آبی کمتره. چی بیشتر هستش؟ قرمز، چون تو نور طول موج با هر مرضی رابطه عکسش. ضریب شکستی یه محیط شفاف برابر نسبی تندی. بله اون روز توضیح دادم توی نوسان موج گفتیم اگر یه موج سینوسی از قسمت ضخیم به قسمت نازک بره تندی موج به اصطلاح کاهش می‌یابد. غلطه بچه، اینا رو اون روز توضیح دادم دیگه. مثلا اینجا وی ضریب شکست محیط شفاف، این وی دو به وی یک میشد ان یک به ان دو. بچه محیط دو رو هوا در نظر بگیریم، ان یک مساوی است با وی دو به وی یک. مثلا این رادیکال فیلم میشد، هرچی به قسمت ضخیم به نازک می رفتیم این کم می شد، این باید زیاد می شد. غلطه. اجاق‌های ماکروفر بر اساس تداخل امواج ماکروفر یا میکروموج بر حسب امواج الکترومغناطیس بودن. بچه عزیزی یه چیزی بگم، اون آزمایش یانگ علی یه سری موج ها سازنده بودن یه سری موج ها. ما یه جاهایی تو ماکروفر معروف به نقاط سرد، یعنی اونجا به نظرت امواج سازنده راه شده یا ویرانگر؟ ویرانگر. چرا ویرانگر؟ چون اونجا دیگه گرمایی تولید، این امواج که با هم برخورد میکنن یه جاهایی سازندن، یعنی سازنده زورشون زیاده یا کمه؟ انرژی که تولید میکنه انرژی گرمایی، ولی یه جا اثر همدیگر رو چیکار میکنن؟ توی ماکروفر واقعا نقاطی هست که اگر غذا رو بذاری اونجا گرم، به خاطر همینه ماکروفر رو میچرخه، به خاطر همینه که میچرخه همه جاش چی بشه؟ گرم میشه. اگر نچرخه همه جاش گرم، ماکروفرهای سولاردومی که دارن میگن سولاردوم با اینا فرق میکنه، اینا ماکروفرن، اونا سولاردومن، اینا ماکروفرن. وقتی موج در یک شکاف با پهنایی از مرتبه طول موج قرار گرفته، بله پراش بهش گفتیم شد، خفاش از چه طریق مکان یا سرعت اجسام را تعیین میکنه؟ عین پلیس ها بچه، میره بر میگرده. علی میره بر میگرده یعنی بر حسب مکان یابی موج رو میفرسته، میخوره بر میگرده. پژواکی، اگر سطح بازتابنده نور مانند آینه بسیار هموار باشد بازتاب را چی میگن؟ بچه منظمه. معمولا هرچه طول موج نور کوتاه‌تر باشه طول موج کمتر. ضریب شکست من علیرضا چی میشه برای من؟ بیشتر. در پدیده پراش پهنای شکاف از مرتبه چه مرتبه‌ای باید باشد؟ مرتبه طول چی باید باشه؟ قانون بازتاب عمومی، زاویه تابش و بازتابش همیشه با هم، با زاویه تابش همواره با زاویه بازتابش همیشه با هم دیگه علی چی بودن؟ بازتاب امواج صوتی پس از برخورد به سطوح خمیده امکان پذیر هست. ما همه سطوح به اصطلاح هم تابش داشتیم هم که همیشه هم با هم برابر بودن. در اثر تغییر تندی موج در ورود به یه محیط، بچه پدیده چی رخ میداد علی رضا؟ از یه محیط به یه محیط دیگه میرفتیم، پدیده شکست. تندی جبهه موج وقتی به ناحیه کم عمق میرسه، اونجا روز گفتم کم عمق میرسه طول موج سرعت همه چی میشه، به تجزیه نور سفید توسط منشور پاشندگی. برای ایجاد پدیده پر حتما باید پهنای شکاف از مرتبه چی باشه؟ طول موج باشه. نقشه مفهومی را پر کنید.
این نقشه برای ما فوق العاده مهم هست. سوال شماره 30 بهش خیلی دقت کنی، فوق العاده چیز مهمی هست که توی کتاب درسیتون اومده. بچه ها، برهم کنش امواج با محیط و موج‌های دیگر. هر جایی برگشتن گفتم برهم کنش امواج، اینو حفظ باشه، این جدول تو کتابتون هست. اینجا علی کلمه چی برگشته گفته؟ یعنی بازتابه، چون برنگرده صدا پژواک رخ نمیده. بهترین نمونهش پژواک. پس بازتاب وقتی رخ میده یعنی چی وجود داره علی؟ شکست از ورود به محیط یک محیط به محیط دیگر. مثالش اگر بخوایم راحت تر بگیم که همه بفهمن، مثل چی هستش؟ عینک. میکروسکوپ شکست نیست؟ بزرگ نمی کنه؟ تلسکوپ نمیدونم از آب به هوا نگاه کنیم. گسترده شدن موج بعد از عبور از چی برگشت گفته؟ مانع. علیرضا چند تا مانع برگشت گفته؟ یه دونه مانع. یه دونه مانع اسمش چی بود؟ طول ایجاد شده در آزمایش چی؟ تداخل بود دیگه، چون اینا با هم دیگه تداخل میکردن طول موج. سوال بعدی حفظیه کتابه، تأخیر زمانی بین دو صوت چقدر باشد تا انسان پژواک رو به صورت مستقیم 0.1 ثانیه. بچه یه نکته ای که امسال هم فکر کنم سوال کنکور باشه، پژواک اگر بخوای مستقل یا تمیز بشنوی از صخره نزدیک میشه 0.1، جزء حفظیات کتابه. از صخره دور میشه 0.2، اختلاف دو تا پژواک هم باز میشه 0.1. اینو یادتون باشه. در آزمایش به جای نور قرمز از نور چی استفاده کردیم؟ علی این بود لاندادی بر روی چند تا آ. علی نور آبی استفاده کرد. نور آبی طول موج چی بود؟ کمتر. پس فاصله یا پهنای نوارها هم چی میشه؟ اجاق‌های میکروموج یا ماکروویو بر چه اساسی کار؟ تداخل امواج الکترو چی بود علی عزیز؟ آیا در بازتاب پخشنده زاویه تابش و زاویه باز اینا همیشه با هم چی بودن؟ برابر. بله همیشه برابر. در آزمایش پهنای هر نوار روشن یا تاریک چه تغییر میکنند اگر به جای نور آبی از نور چی استفاده کنیم؟ نور قرمز. علی طول موجش اینا بیشتر. آزمایش را به جای هوا در آب آی مساویه چی بود علی؟ نوره تو آب غلظت بیشتره، همه مرض کمتره، طول موج کمتر، اینم چی میشه برای من؟ اجاق‌های ماکروویو بر چه اساسی؟ تداخل امواج الکترو چی هستش؟ منظور از نقطه سر چیه؟ یعنی اونجا امواج ویرانگر مثل گره ایجاد شده. علی تابع کار فلز، حداقل انرژی لازم برای کنده شدن یک الکترون از سطح فلز بود. الکترون ولت یکای کدام کمیت در فیزیک اتمی هست؟ الکترون ولت قبلا گفتیم. واحد چی بود علی عزیز؟ لختی. امروز گفتم تمایل به حفظ حرکت. موج طولی راستای انتشار عمود بر ارتعاش. اثر چی؟ فوتو. اون روز گفتم کنده شدن الکترون به واسطه نور با انرژی مناسب. منظور از چی برگشته گفته؟ همین الان گفتیم. انرژی جنبشی چه رابطه‌ای داره؟ مستقیم داره. کا مساوی پی دو بر روی دو ام. این و این رابطه مستقیم داشتن. با افزایش دما
علی فاصله شون چی میشد؟ زیاد. با افزایش دما فاصله شون زیاد میشد، یعنی غلظت ما چی پیدا میکرد؟ کاهش. از طرف دیگه طول موج نور مرئی از میکروموج ها، علی رضا مرئی طول موجش کمتر بود، کوتاه‌تر بود. شدت صوتی که گوش انسان آن را درک می کند. علی بگه ارتفاع داره صوت، بلندی صوت دیگه، من بلندتر و کوتاه‌تر میشم. بر اساس فلان پدیده فوتولیدی با هر بسامدی، اون روز توضیح دادم بر اساس دیدگاه چی بوده؟ کلاسیک. در اتم هیدروژن در دمای اتاق الکترون در حالت چی باید باشن علی؟ پای. اگر برانگیخته بودن وارونی چی رخ میداد برای ما؟ جمعیت. یک نیوتن برابر است با مقدار نیرویی که جسمی به جرم امروز حل کردم، یک کیلوگرم. طبق قانون شما علی دیوار رو هل بدیم اونم ما رو هل بده، قانون چندم بود؟ هرچه فنر بیشتر فشرده بشه نیروی کشتانی فنر، امروز مسخره کردیم، صبح گفتیم، وقتی چشمه صوت به ناظر ساکن چی میشه؟ تجمع موج در عقب چشمه. بله، چون اگر نزدیک میشد اینجا شخص بود، اینور میرفت، علی تجمعش اینجا نسبت به جلو چی بود؟ اگر ما دامنه حرکت هماهنگ‌سازی فاصله نبز بیشترین یا حد اکثر چی بود؟ فاصله بود. در تابش پرتو فرامنش به سطح فلز، الکترون‌های جدا شده از فلز، الکترون‌های جدا شده رو هم اسم شده فوتو چی میگفتیم؟ الکترون. در دمای معمولی بیشتر تابش‌های گسیل شده از بیشتر تابش‌ها، اون روز بهتون گفتم تو جدول نشون دادم فروسور توی فیزیک اتمی، کسایی که اونا رو خونده اینا رو میتونم بگم. در پدیده فوتولی تابع کار حداقل انرژی لازم برای کندن الکترون از سطح فلز. نمودار بیشتر انرژی جنبشی بر حسب علی الان چند بارم بچه ها دیدم فکر کنم کاهه چی بود؟ ماکس. اون روزم تو کلاسم گفتم بس آمد، این اینجوری میشد، اینم اینجا، این اف صفر، اینجا هم دبلیو صفر. علی احتمال داشت آیا این پایین وجود داره؟ اینجا رخ نمیدهد. علی سوال 67 مکان یابی چی برگشت گفته؟ اسمش روشه. پژواک یعنی چی؟ پس به دلیل بازتاب صوت از یک مانع میتوان مکان جسمی را حدس زد. علی گسیل چی؟ القایی. اون روز گفتم یه فوتون میرفت به اتم برانگیخته، چند فوتون میومد بیرون؟ دوتا میومد لایه پایین تر. پس یک فوتون به اتم برانگیخته میتابد تا یه فوتون به اتم برانگیخته میتابد تا از تراز بالا به پایین بیاید. علی اثر چی؟ کنده شدن الکترون از سطح فلز توسط نور با انرژی مناسب. با توجه به شکل‌های زیر پاسخ دهید. بچه با توجه به شکل‌های زیر پاسخ دهید. اینجا پدیده فوتوالکتریک رخ، این اون روزم حل کردم، پدیده فوتوالکتریک رخ داده، اینجا رخ علی داده یا نداده؟ نداده. ما اینجا میگفتیم اینو که اون روز حل کردم دیگه، رخ داده شکل یک، چه تفاوت مهمی داره؟ با انرژی مناسب بیاد رخ میده، با انرژی نامناسب بیاد رخ نمیده. بچه ها این 74 تا 80 در مورد شکافت هستی. شکافت هستی کلن یادتون نره. اگر برگشتن گفتن آقا آخره کتابتونه، اگر گفتن شکافت هستی رو بیاین تعریف کنید. بچه شکافت هستی یعنی چی؟ یعنی تعریف این قسمت یه هستی سنگین به دو یا بیش از دو هستی سبک تبدیل میشه. بهترین نمونه شی هستش اورانیوم.
ما از چی استفاده میکردیم علی؟ اورانیوم. علی یه بحثی بگم، توی طبیعت اورانیوم 235 بیشتر پیدا میشه 238 235. غنی سازی میدونی یعنی چی؟ چیز کدومش بیشتر پیدا میشه؟ 235 کمتر پیدا میشه. آره من اشتباه فکرم گفتم 235 رو گفتم. اورانیوم چیز خیلی تو طبیعت هست 238. چی تو طبیعت کمه؟ غنی سازی، یعنی اورانیوم 238 رو به اورانیوم چند تبدیلش کنیم؟ یعنی اورانیوم 235 رو تعدادش رو چیکار کنیم؟ زیاد کنیم. حالا اینا یه سری وسیله ها دارن آخر کتابتونه که این راکتور چند قسمت داره. حالا در مورد اینا من یکی یکی میگم ببینید چیا هستن. بچه یکی یکی بگیم. علی شکافته هسته یعنی چی؟ تبدیل هسته سنگین به دو یا چند هسته چی گفته میشه علی اگر بخوایم بگیم؟ چرا واکنش زنجیره‌ای به طور طبیعی در معادن اورانیوم رخ؟ چون اورانیوم 235 0.7% در طبیعت علی چی میشه؟ یافت میشود. توی معادن اورانیوم چند وجود داره؟ به خدا رحمینه. غنی سازی اورانیوم به چه معنی علی؟ یعنی تعداد اورانیوم 230 چندو افزایش دهیم. شکاف دسته یعنی تبدیل یک هسته یه چی؟ سنگین به دو هسته یه چی؟ سبک. خب علی واکنش زنجیره‌ای در فرآیند شکاف به چه معنی هست؟ یعنی علی واکنش هسته‌ای، واکنش زنجیره‌ای که میگن ما یه دونه هسته میذاشتیم نوتروناش میشکافت به چند تا دیگه تشکیل میشد، به چند هسته دیگه تشکیل میشد. پس یه بحثی شکافتن نوترون و تبدیل آن به چند هسته اورانیوم دیگر. قسمت بعدی گرافیک در راکتور علی هوا خیلی گرم شده. هوا خیلی بده من بزنم خوب شد. اوکی. خب بچه ها دقت کنید، قسمت های اصلی راکتور اول سوخت هسته‌ای میخواد، یعنی سوخت هسته‌ای نیازمند. دومین چیزی که میخواد کندساز، ماده کندساز میخواد که سرعت واکنش ها رو بیاره پایین. سومین چیزی که میخواد میله های کنترلی میخواد که اینا رو بتونیم کنترل کنیم. و آخرین چیزی که میخوایم شاره های خنک کننده که دما اینا خیلی بالا نره. پس 1, 2, 3, 4 این قسمت 4 قسمت اصلیه که تو قسمت کنساز گرافیت قرار میدن. اینجا همون قسمت آب سنگینه، به اصطلاح میگن آب سنگین توی راکتور هسته‌ای میگن. این قسمت است گرافی تو راکتور به چه عنوان؟ کنساز. اگر علی رضا میگفتن آب به چه عنوان استفاده میشه؟ برای خنک کنندگی. خب اینم از جزوه رشته ریاضی. بچه ها من واقعا حالم بد بود، سروشم حالش بد بود تا جایی که تونستم یه کلاسو گذاشتم. رشته ریاضی حضرت عباسی چیزی نداره، حفظیاتشو الان با هم دیگه نگاهی بندازیم. حرکت دایره‌ای، شتاب و نیرو، پرزنتر رو نمیدونم کجاست، شما شتاب و نیرو همشون به سمت کجا هستن؟ علی از اون ور بسن. شتاب و نیرو تو حرکت دایره‌ای به سمت مرکز. سرعت مماس، V مساوی R اومگا یا F مساوی V دو آروم یا F مساوی M V دو آروم یا M R اومگا تو.
از طرف دیگه تناب‌ها نوید دولا این تعداد شکمه، 5 تا شکم داشته باشیم هماهنگم 5 ولی گره یه دونه بیشتره 6. فاصله دو تا گره این نمودارهای موجه میشه لاندا دوم، یه گره تا یه شکم میشه لاندا 4. سقوط آزاد دلتا ایگرگ منفی 1 دومه جهت دو به زیر وی سفتی وی دو منهای وی سفتو مساوی منفی 2 جهت دلتا ایگرگ. از طرف دیگه پراش یه حفره وجود داره، یانگ دو تا حفره، یانگ فرمولش لاندا دی بر روی دو آ. توی پراش علی ما میگفتیم که باید با طول موج چی باشه اینا برابر باشن، ولی در صورتی که ما میگفتیم یعنی شکاف باید با طول موج برابر باشه، ولی در صورتی که توی یانگ میگفتیم دو نوع موج ایجاد میشه، سازنده و اساس کار ماکروویو بود، ماکروفر بود. یه سوالی ازت بپرسم، اینا که میومدن سازنده ها یعنی شدتش زیاد بود یا کم بود؟ زیاد روشن بود، گرم میکرد غذا رو اگر نور باشه. ما حالا ماکروویو از امواج ماکروویو استفاده میکنیم، حالا نور باشه روشن میشه اگر مرئی، اگر نور نباشه ویرانگر باشن چی میشه؟ اینا تاریک مثل گره عمل میکنن. بچه شکافت هستی تبدیل یه هسته سنگین به 2 یا 3 هسته بیشمار. اورانیوم کدومش تو طبیعت خیلی هست؟ 238. کدومش کمه؟ 235. 7 غنی سازی یعنی تبدیل اورانیوم 238 به اورانیوم 235. یه راکتور چند قسمت اصلی داره؟ 4. اول باید سوخت هسته ایشو بهش بدیم. 2 باید کنساز واکنش رو آرومش کنیم. 3 برای اینکه کنمیلای کنترلی. 4 قسمت خنک کننده. تو قسمت خنک کننده از چی استفاده میشه؟ آب سنگین. تو قسمت چیز از چی استفاده میشه؟ کنساز گرافیت. این کل درسنامه شما هستش، پس یه ذره به اینا دقت کنید راحت میتونید امتحانو بدید. امیدوارم که فردا امتحانو خیلی خیلی خوب بدید. به امید دیدار بچه‌ای عزیز، خسته نباشید.